آخرین بخش دیدار صبح پیشکش حضور شما میشه. حضور جناب ذکرالله حقجو خبرنگار را با خود دارم و بیشتر صحبت می داشته باشیم در رابطه با آزادی بیان در افغانستان. صبح بخیر، خوش آمدین حقجو صاحب. تشکر، سلام بر شما بیندای عزیز شما، صبح شما بخیر باشه. بخیر و سلامت باشین. چقدر خوش میشه وقت دادم و مسلک خود کنار خود می داشته باشه. آزادی بیان در افغانستان وضعیتش چگونه هست؟ آزادی بیان دقیقا در افغانستان اگر ما از دیدگاه ای ببینیم که رسانه ها چقدر فعالیت خوبی داشتن، مردم چطور میتونن که افکار خود را که بر دیگران انتقال بتن، یک مسئله. و مسئله دوم که اگر ما یک مقایسه داشته باشیم با کشورهای که در همسایگی ما قرار دارن، این مسئله بعدی است که همیشه کارشناسا و کسایی که در حکومت کار میکنن افغانستان آزادی بیانش ما همیشه مقایسه میکنن با کشورهای همجوار ما یا کشورهای همسایه ما. اما در افغانستان آزادی بیان در بعضی اوقات همچنان وجود داره و در بعضی اوقات آزادی بیان محدود است و در کل نمیتونیم بگیم که ما در یک آزادی بیان مکمل داریم، یک آزادی بیانی داریم که میتونیم که اطلاعاتی که بخوایم یا پرسش هایی که ما باید از حکومت بکنیم یا اطلاعاتی که بخوایم به دست بیاریم او آزادی را از گاهی اوقات از پیش ما سلب میشه. اما آزادی که در آزادی های فردی که در اجتماع باید بیان داشته باشی، اعتراض داشته باشی، حق شهروندی داشته باشی، یا این آزادی ها بر ما داده شده، اما او هم از خود یک حد در یک حدود داده شده، آزادی مطلق وجود نداره. این همه ما میدانیم که در هیچ کشور دنیا، اما در افغانستان آزادی نسبت بر کشورهای همجوار یا کشورهای همسایه ما خوبتر است. بیشترین آزادی که باید داشته باشند باید رسانه داشته باشند، متاسفانه خبرنگارا داشته باشند این آزادی را ندارند. اگر خود ما و شما یک هم مسلک هستیم، اگر بخوایم که یک اطلاعات یکی از نهادهای حکومتی بگیریم، اطلاعات گاهی اوقات اگر دلشان خواست طبیعتشان بود بر ما میتن، اگر طبیعتشان نبود یا دلشان نخواست نسبت بر مصلحت های سیاسی اطلاعات نمیتن. حالا که دسترسی به اطلاعات حق هر یک از شهروندان است، هر یکی از شهروندان بخصوص خبرنگاران. چرا سلب آزادی بیان صورت میگیره خصوصا در برابر خبرنگاران؟ دقیقا سلب آزادی بیان همیشه وقتی که صورت گرفته در مقابل خبرنگارا صورت گرفته و از طرف زورمندا، از طرف حکومت، از طرف کسایی که واقعا اونا صلاحیت دارن باید هر لحظه در خدمت خبرنگارا باشن. هر لحظه اونا اگر کس بخواه اطلاعات یا از اونا بخواه اطلاعات بتن، اما همیشه از طرف قدرتمندا، زورمندا، از طرف ارگانهای حکومتی صورت گرفته، هیچ وقت آزادی از طرف شهروندان یک کشور نقض نشده. خب سلب آزادی بیان از طرف ای اشخاص و گروه ها همواره صورت گرفته، آگاهی ندارن یا نه مشکلات سیاسی بوده؟ نه خیر، مشکلات سیاسی که در افغانستان وجود داره، یک شخصی که در فساد آغشته است اگر ما بخوایم از او یک گزارش بگیریم، اگر ما بخوایم یک مطلب بنویسیم، یک مقاله بنویسیم، لذا او باز حاضر نمیشه برای ما مصاحبه بکنه یا حاضر شوه که آنچه که حقیقت است برای ما حقیقت بیان بکنه. به همین منوال آزادی بیان اکثرا از طرف کسایی که در حکومت است، کسایی که در کرسی های حکومت داری حکومت قرار دارن، از طرف اونا نقض میشه. اما همواره خبرنگارا کوشش کردن به نحوی حقایق برای مردم انتقال بتن، از اون حق که برشان داده قانون استفاده بکنن و از حق شهروندی، اما در اکثرا از طرف حکومت و از طرف نهادهای حکومتی آزادی بیان نقض شده. حالا عدم دسترسی خبرنگارا به اطلاعات دقیق و درست چقدر کارشان رو مشکل دشوار می سازد؟ دقیقا وقتی که اگر ما نتونیم که اطلاعات به هم شریا هم وطنان ما دقیق انتقال بتیم، یک مشکل هم برای یک رسانه، برای یک خبرنگار شده میتونه، به شخصیت خبرنگار صدمه وارد میکنه، دیگرها قضاوت میکنن که شاید این خبرنگار طرف واقع شده باشه که اطلاعات دقیق یا ضعیف عمل کرده باشه یا دانش خبرنگاری نداشته باشه. با این منوال میتونه هم یک رسانه را تحت تاثیر منفی قرار بده، یک شخص تحت تاثیر خود قرار بده و در کل
فقط در افغانستان رسانه به طور نمایش آزادی بیان به طور نمایشی که ما آزادی بیان داریم، هر افغان حق داره فکر خود توسط قلم و نوشت داری انتقال بده، فقط بله هر افغان میتونه، اما نمیتونه اطلاعات از طرف حکومت بگیره. امروز ما میخواهیم که صدها سوال در دل همشهری ها و هموطنان ما هست، ما نمیتونیم مستقیما یا میتونیم که پرسش بکنیم، اما بعدا شاید ما تهدید شویم، بعدا ما سلب از وظیفه ما کس نشو اطلاعات ابا ببردیم. حالا مقایسه اگر داشته باشین بین رسانه ها و در کل مطبوعات افغانستان و کشورهای منطقه، واقعا ما گام پیش تر گذاشتیم و یا نه عقب ماندیم در آزادی بیان؟ هر شهروند که این در افغانستان قدر حق داره که بتونه اعتراض کنه، صدای خود بلند کنه بدون ترس، البته به استثنای خبرنگارا. در افغانستان آزادی بیان نسبت بر کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان، تاجیکستان، روسیه، چین، این کشورها خوبتر است و ما میتونیم حداقل بگیم که ما آزادی بیان داریم، ما کشور که داریم اینجا واقع دموکراسی تمثیل میشه و نسبت بر کشورهای همسایه آزادی بیان در افغانستان خوبتر است و آزادی بیان یک پدیده جدید هم همچنان دموکراسی، آزادی بیان، حقوق شهروند، حقوق بشر یک چیز پدیده‌ای است که جدیداً در افغانستان وارد شده. تا وقتی که ما بتانیم یک فرصت پیدا شاید زمینه سازی بکنیم که همگی بتانن از آزادی بیان استفاده مثبت بکنن، استفاده خوب بکنن، یک وقت از خود ضرورت داره. لحاظا میبینیم که در افغانستان اکثرا شهروندا از آزادی بیان هم چنان سوء استفاده میکنن. خب به نظر داشته این موضوع که دموکراسی، آزادی بیان، حقوق اساسی، تمام اینا از جمع پدیده های جدید است و ما یک گام پیشتر هستیم نسبت به کشورهای منطقه، ای امیدواری را دیگه ایجاد میسازه. دقیقاً این شما ببینین تا که ذهنیت یک کشور، یک جامعه آماده یک پدیده نشه هیچ وقت قبول نمی کنن. در افغانستان دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان، این پدیده های غربی گفته داخل افغانستان شده. تا وقتی که ذهنیت مردم افغانستان آماده نشه این را نمی پذیرن. امروز اگر ما از حقوق بشر صحبت بکنیم فکرشان میشه که یک پدیده غربی است، وقتی که ما از حقوق زن صحبت بکنیم فکر می یک پدیده غربی است، از حقوق آزادی بیان یک پدیده غربی است. تا وقتی که قبل از اینکه ما این پدیده را داخل می کردیم باید ما یک ذهنیت سازی می کردیم، باید ما بر دیگران می آموختم که آزادی بیان چی، حقوق شهروندی چی، دموکراسی چی، جمهوری چی. اینا همش یک پدیده است که مردم فعلا در تضاد هستند. اکثریت مردمی که در روستا زندگی میکنن از درس و تعلیم یا دانش اونها بهره نگرفتن، بر اونها بسیار سخت است فهماندنش یا دانستنش که آزادی بیان یعنی که شما میتونین که در کل اگر ببینیم خداوند هر انسان آزاد آفریده، هیچ انسانی نیست که آزاد نباشه و آزادی یک رحمت خداوند است که برای همه انسان ها داده. اما این پدیده فعلا در افغانستان از عینک یا دیدگاه غرب دیده میشه. متاسفانه. خب وی هم رفته، امیدواری ها وجود داره، انشالله که میریم به پیش و انشالله. مشکلات خرد و کوچک هم که پیش روی ما است او را برمیداریم. انشالله موفق باشیم. روزتان خوش. سپاسگزاریم از حضور.